سلام، به کلاس درس خوش اومدین. من سه ویدئویی که دارم با این شروع میکنم که در ویدئوی قبل دیدیم که اگر یک سیم حامل جریان داشته باشیم، ناشی از این سیم حامل جریان مثلا در این نقطه از فضا یک میدان مغناطیسی به سمت داخل صفحه، یعنی ضرب در، ایجاد میشه و در این نقطه از فضا یک میدان مغناطیسی به سمت خارج صفحه و این ادامه داره، یعنی به صورت یک دایره عمود بر این داره حرکت میکنه. بازم تکرار کرد. اما این بار یه مقدار فرق داره چون می‌خوایم وارد یک مبحث خیلی هیجان انگیزتر حتی بشیم. پس من الان می‌دونم که ناشی از این جریان I1 یک میدان مغناطیسی در این نقطه از فضا ایجاد میشه و فرض کنید که این فاصله هست مثلا R. در این صورت اندازه میدان ما حساب کردیم که بود میو 0 تقسیم بر 2π I تقسیم بر R، I1 تقسیم بر آه، درسته؟ خب حالا بیایید فرض بکنید که من بیام و یک کاری بکنم و اونم اینه که یک سیم حامل جریان دیگه اینجا قرار بدم که دقیقاً از این نقطه عبور کنه، موازی اون سیم باشه و جریانش هم باشه I2. خب حالا شما به من بگید که الان چه اتفاقی میفته. یک میدان مغناطیسی اینجا داریم در همه این نقاط فضا به این شکل که این سیم در اون میدان مغناطیسی قرار گرفته. خب من فکر کنم ویدئوی هفتم بود که ما با هم دیدیم که اگر جریان در یک میدان مغناطیسی قرار بگیره، بر اون جریان نیرو وارد میشه. خب خورده پیچیده شد، درسته؟ ما دیدیم که میدان مغناطیسی بعد جریان نیرو وارد میکند. خب اینو دیدیم، ما فکر کنم ویدئوی هفتم بود. بعد در چند ویدئوی قبل دیدیم که جریان الکتریکی میدان مغناطیسی ایجاد میکند، درسته؟ اینو در ویدئوی فکر کنم 9 دیدیم. و خب این دوتا چه نتیجه‌ای به ما میدن؟ خب میدان مغناطیسی بر جریان نیرو وارد میکنه، جریان الکتریکی هم میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. پس این جریان الکتریکی که میدان مغناطیسی ایجاد کرده بر جریان الکتریکی نیرو وارد میکنه. خب خیلی جالب بود دیگه. من اگه این براتون هیجان انگیز نیست، به نظرم باید یه خورده بیشتر بهش فکر کنید. خیلی هیجان داستان بالا. جریان الکتریکی میدان مغناطیسی ایجاد میکنه و میدان مغناطیسی جریان بر جریان نیرو وارد میکنه و بنابراین جریان الکتریکی بر جریان الکتریکی نیرو وارد میکنه. پس من اگر دو سیم حامل جریان به این شکل موازی داشته باشم، این سیم بر این سیم داره نیرو وارد میکنه و برعکس خواهیم دید که این سیم هم بر این سیم طبق قانون سوم نیوتن نیرو وارد میکنه. ولی از اون جالبتر اینه که من میتونم این نیرو رو حساب بکنم. چرا؟ چون من میدونم که نیرویی که بر یک قطعه به طور L از یک سیم حامل جریان ایجاد میشه برابر هست با I، یعنی I2 ضرب خارجی L و میدان، درسته؟ که چون میدان عمود هست بر این جریانی که من الان اینجا دارم، بنابراین F مساوی میشه با I2 LB اندازش و جهتش رو هم من از قانون دست راست باید حساب بکنم. این قانون دست راستی هست که اون قدیم ها با هم خوندیم. قدیم ها که نه، 4 ویدئو قبل. باید چی کار بکنیم؟ باید انگشت شستتون رو در راستای جریان بگیرید الان، به نحوی که انگشت اشارتون به سمت داخل صفحه باشه. الان این کار رو بکنید، خیلی ساده است دیگه. همین جهت عادی دستتون همین جهته، شست به سمت بالا، انگشت اشاره به سمت داخل صفحه و خواهید دید که انگشت وسطتون که عمود هست به این سمت هست و بنابراین F12 یعنی نیرویی که 1/2 وارد میکنه به این سمت خواهد بود. پس من جهت رو الان حساب کردم، این جریان جذب میکنه این جریان رو. اندازه رو هم میتونم این شکلی حساب بکنم که این B رو هم میدونم هست این، یعنی از اینجا بیام اینجا E رو قرار بدم و میبینم که میشه I2 L میو 0 تقسیم بر 2π I1 تقسیم بر R که R فاصله دو سیم هست، پس این میشه میو 0 تقسیم بر 2π
ال آروم یعنی طول اون قطعه سیم تقسیم بر آر آ1 ضرب در آ2. درسته؟ خب حالا من میخوام به شما یک تمرین بدم، اینو حتما خودتون انجام بدین. این جریان در این نقطه از فضا میدانی در این راستا، یعنی در این نقطه ها میدانی در این راستا ایجاد میکنه. خب این تمرین اول، و بعد میتونید نشون بدید که جهت نیرویی که بر این سیم آ1 ناشی از این میدان B2 ایجاد میشه به این سمت هست، یعنی F21 به این سمت هست. اینو هم با قانون دست راست جریانتون در راستای دست شستتون رو در راستای A1 بگیرید، انگشت اشارتون رو در راستای میدان یعنی به طرف بیرون از صفحه به سمت چشمهای خودتون، و میبینید که انگشت وسطتون به سمت راست خواهد بود، و بنابراین این دو سیم همدیگر رو جذب میکنن و من میتونم اندازه F21 رو هم حساب بکنم. اندازه F21 چی هست؟ یعنی نیرویی که بر این جریان A1 وارد میشه هست A1 ضرب در L، یعنی یک طول L بر این از این سیم این نیرو برش وارد میشه، ضرب در B که میشه A1 ضرب در L ضرب در موصف تقسیم بر 2P A2 تقسیم بر R. خب این میدان مغناطیسی ناشی از A2 هست در این نقطه، خب که این مساوی میشه با مو صرف تقسیم بر 2P L آروم A2 ضرب در A1 که میبینید این دوتا با هم برابرن، یعنی نیرویی که این دو سیم به هم وارد میکنن مستقل از اینکه جریانهای داخل اونها چه نسبتی با هم داره دقیقا با هم برابر هست و جهتشون هم برعکس هست، یعنی یکی به سمت اون یکی و یکی به جهت عکس هست. خب بگید ببینم این شما رو یاد چه قانون معروف فیزیک میندازه؟ آفرین، قانون سوم نیوتن، یعنی کنش و واکنش، یعنی هر عملی یک عکس عملی داره که دقیقا باهاش برابره. طبق قانون سوم نیوتن نیرویی که این جریان بر این سیم وارد میکنه برابر هست و در جهت عکس هست با نیرویی که این جریان بر این سیم وارد میکنه، و ما دیدیم که این محاسبات ما هم دقیقاً قانون سوم نیوتن رو تایید کردن و دیگه من نمیدونم چقدر فیزیک میتونه هیجان انگیز باشه که قوانین مکانیکی نیوتن یا قوانین فیزیک نیوتن رو ما میایم در جایی میبینیم که تونستیم از جریان الکتریکی برای نیرو وارد کردن به خود جریان الکتریکی استفاده بکنیم و همه فیزیک یک کاملاً یک پدیده به هم پیوسته است و واقعا علم زیبایی هست. خب حالا قبل از اینکه من بیشتر از این احساساتی بشم بذارید یک ببخشید من خودم خندم گرفت انگار از احساساتی شدنم، بذارید من یک حالت دیگر رو هم ببینم. فرض کنید که ما این دو سیمی که داریم یکیشون جریان در راستای اینوری هسترش و اون یکی جریان در راستای اینوری. خب حالا ناشی از این سیم A1 من اینجا یک میدان مغناطیسی به سمت داخل صفحه ایجاد میشه، یعنی از چشمهای شما به سمت داخل صفحه، و حالا من میتونم از قانون دست راست استفاده کنم، شستتون رو بگیرید به سمت پایین، انگشت اشارتون رو بگیرید به سمت داخل صفحه و خواهید دید که انگشت وسطتون به سمت راست هست، یعنی این میشه F12 و به همین ترتیب F21 هم در راستای این شکلی خواهد بود، یعنی به سمت چپ، و این دو سیم همدیگر رو دفع میکنند و این دو سیم همدیگر رو جذب میکردند. بنابراین جریان‌های هم نام همدیگر رو جذب میکنند و همجهت همدیگر رو جذب میکنند و جریان‌های